فصل پنجم کالبد یا بدن دردمند بسیاری از فکرهای آدم ها غیر ارادی و تکراریه این فکرها چیزی نیستن جز مشتی مفاهیم مرده که همواره تکرار میشن و ره به جایی نمیبرن گمان نکن که این تویی که فکر میکنی اینطوری نیست فکر فقط اتفاق میافته وقتی که میگیم من فکر میکنم این عبارت رو چنان بر زبان میاری انگار مشغول انجام عملی ارادی هستی. یعنی انگار میان فکر کردن و فکر نکردن حق انتخاب داری. من فکر می کنم حرفی کاذبه. درست مثل این عبارت که من غذا رو هضم می کنم. و یا این عبارت که من خونم رو در رکهام به گردش در میارم. غذا هضم میشه بدون اینکه تو فاعل اون باشی. خون در رکها جریان پیدا میکنه بدون اینکه تو فاعل اون باشی. فکرم میاد و میره بدون اینکه تو فاعل اون باشی. صدایی که در سر ما هست هم کار خودش رو میکنه. بسیاری از آدم ها در تسخیر صداهای درون سرشون هستن. خیلی ها در اسارت فکرهای خود هستن. فکرها همون صداهایی هستن که مدام در سر ما میپیچن. و از اون جایی که ذهن مشروط به گذشته است، تو اغلب وادار میشی بارها و بارها گذشته رو تکرار و زندگی کنی. اصطلاح شرق این حالت کار ماست هنگامی که با صداهای درون سر خیش یکی میشی و با اونها همزاد پنداری میکنی یا از اونها هویت میگیری خودت متوجه این موضوع نیستی اگر متوجه این موضوع میشدی دیگه در اسارت فکر نبودی تو هنگامی در تسخیر صداهای درون سر خیش هستی که گمان کنی همون موجودیت تسخیر کننده هستی و اون رو با خودت اشتباه بگیری. فرانس کافکا کتابی داره با عنوان مسخ. در این کتاب خواندنی قهرمان داستان صبح بیدار میشه در حالی که سوسک شده. اون چون خود رو سوسک میپنداره و در این باره تردیدی نداره، مواجهش با دنیای پیرامون خیش هم مواجهه یک سوسکه با دنیای پیرامون خود. پنداره اینکه من سوسک هستم وحشتناکتر از این پندار نیست که من صداهای درون سر هستم. ماهیت هر دو پندار یکیه. چون من از این پندار برای خود هویت خیالی دست و پا میکنم. هزاران ساله که بشر به تسخیر ذهن در اومده و نتونسته بفهمه که موجودیتی که اون رو به تسخیر اون درآورده آورده خیشتن خیش اون نیست. خود واقعی اون نیست. هنگامی که بشر از ذهنیت خیش هویت کسب کرد احساس کاذب ایگو نیز به وجود اومد. به هر اندازه که بر این هویت کاذب تکیه می کنی و اون رو واقعیت خیش می ایگو تو هم فربهتر میشه. افکار چیزی نیستن مگر ذره ناچیز از ظهور و تجلی هستی. هستی ذات و حقیقت توه نه فکرهایی که پدیدار و ناپدید میشن. هستی همون آگاهی و شعور بیکرانه که در پس همه صورتهای پدیدار حضور داره. تو همین حضور آگاه و هوشیار هستی. میزان همزاد پنداری آدم ها با فکر و ذهن خود در افراد گوناگون فرق میکنه. بعضی از مردم گاهی از این وابستگی هرچند کوتاه مدت رها میشن و آرامش و سرزندگی و نشاطی که در اون لحظات تجربه میکنند زنده بودن رو براشون ارزشمند میکنه. خلاقیت، عشق و رعفت و همدلی هم در همین دقایق به وجود میاد. دسته دیگه دائما در چنگ حالت ایگویی خود گرفتارن. اونها با خودشون، با دیگران و دنیای اطرافشون بیگانند. وقتی بهشون نگاه میکنید، چهره هایی پر از تنش، ابروهایی گره خورده و نگاهی خالی یا خیره در چشمانشان میبینید. بیشتر توجهشون صرف فکر کردن میشه و بیشتر متوجه صداهای درون سر خودشونن و به همین دلیل در واقع نه تو رو میبینن و نه به حرفات گوش میدن. اونها در هیچ شرایطی حضور ندارن و توجهشون معطوف به گذشته یا آینده است که البته فقط در قالب افکار و در ذهنشون وجود دارن. بعضی از این افراد هم از طریق نقشی که بازی میکنن با تو ارتباط برقرار میکنن و خودشون نیستن. اکثر مردم از خود اند و این بیگانگی در بعضی از اونها به شدتیه که همه متوجه نحوه رفتار و تعامل مصنوعی و کازه به اونها میشن به جز کسانی که همون اندازه کازه با از خود بیگانه از خود بیگانگی چیه؟ از خود بیگانگی یعنی تو در هیچ شرایطی، در هیچ مکانی، در کنار هیچ فردی و حتی با خودت احساس راحتی نمی کنی. همیشه به دنبال این راحتی هستی ولی هیچ وقت اون رو به دست نمیاری. بعضی از بزرگترین نویسندگان قرن بیستم مثل فرانس کافکا، آلبر کامو، تیس الیوت و جیمز جویس که معتقد بودند موزل اصلی بشر از خود بیگانگیه احتمالا اون رو در اعماق وجودشون حس کرده بودن که میتونستن به نحوی عالی در آثارشون بیان کنن. اونها راه حلی ارائه نکردند. نقش و سهم اونها بیان روشن و قابل فهم این وضعیت پیچیده بشری بوده. اونها مداوای ارائه نکردند، اما بیماری رو بسیار خوب تشخیص دادن. تشخیص درست بیماری نخستین گام بلند به سوی درمان و بهبودیه. تولد احساس ایگو علاوه بر افکار بود دیگه هم داره و اون احساساته گرچه نمیتوان بود احساسات ایگو رو از بود افکار اون جدا کرد. البته منظور این نیست که همه افکار و احساسات از ایگو سرچشمه میگیرن. افکار و احساسات فقط زمانی به ایگو تبدیل میشن که ما خود رو با اونها یکی بگیریم. زمانی که افکار و احساسات به من تبدیل میشن آنگاه هویت مهم من شکل میگیره یعنی ایگو. کالبد فیزیکی تو از شعور برخورداره. کالبد هر موجود زنده از شعور برخورداره. شعور کالبد تو نسبت به افکار تو حساسه و به فکرهای تو واکنش نشون میده. هنگامی که کالبد تو به افکار تو پاسخ میده احساس متولد میشه. بنابراین احساس چیزی جز واکنش کالبد تو نسبت به فکرهای تو نیست. بدیهیه که شعور و آگاهی کالبد تو از شعور و آگاهی کل جدا نیست. شعور و آگاهی کال بوده تو یکی از جلوه های بیشمار شعور و آگاهی کله. همین شعور و آگاهی کل که زندگی سلول های بدن تو رو حفظ میکنه. همین شعور و آگاهی کل که فعالیت های کال فیزیکی تو رو سامان می بخشه یعنی تبدیل اکسیژن به غذا و انرژی، تپیدن قلب و جریان یافتن خون در رکا، حفظ فعالیت سیستم ایمنی بدن در برابر میکروب ها و بیماری ها، تبدیل تحریکات حسی به پیام های عصبی و ارسال اونها به مغز، رمزگشایی از پیام های عصبی در مغز و تفسیر اونها به صورت ها و مفاهیم و سرانجام شکل دادن به چیزی به نام ادراک واقعیت های خارجی. همه این فعالیت های بدنی و بسیار دیگر از فعالیت های بدن رو همون شعور ذاتی هستی سامان میبخشه و اداره میکنه. فعالیت های بدن تو توسط تو انجام نمیشن بلکه همون شعور ذاتی هستیه که این کار رو میکنه. این شعور ذاتی هستی مسئول واکنش بدن تو نسبت به محیط هم هست. اون چیزی که گفته شد درباره همه گونه های حیاتی هم صدق میکنه. شعور ذاتی هستیه که گیاهان رو پدیدار ساخت و در چهره گل رخ نمود. گلی که گل برکاش رو باز کرد تا بر گونه ی گرم و روشن خورشید بوسه بزنه. گلی که شب هنگام گل برکاش رو جمع میکنه و به خواب میره. همین شعور ذاتی هستیه که زندگی حیوانات رو سامان میبخشه و در اونها واکنش هایی همچون ترس، عصبانیت و درد و لذت ایجاد میکنه. ما این واکنش ها رو که شکل ابتدایی همون عواطف انسانی هم غریزه مینامیم. انسان هم در وضعیت های خاص واکنش هایی داره درست مانند واکنش های قریزی حیوانات. هنگام روبرو شدن با خطر و یا هنگامی که زندگیش تهدید میشه با استفاده از واکنش ترس اولیه تپش های قلب شدت میگیره، ازولات منقبض میشن، تنفس تندتر میشه و به این ترتیب بدن خود رو مهیای روبرو شدن با خطر میکنه. هنگامی که هستی موجود زنده تهدید میشه با استفاده از خشم اولیه جریانی پرقدرت از انرژی در کالبد موجود زنده جاری میشه و به موجود زنده قدرتی میبخشه که پیش از اون فاقد چنین قدرتی بود در ابتدا چنین به نظر میرسه که این واکنش های غریزی همون عواطف و احساساتن اما اینطور نیست این واکنش ها رو نمیتوان عواطف و احساسات نامید تفاوت عمده واکنش های غریزی و احساسات اینه. واکنش غریزی پاسخ کالبد توی به یک وضعیت خارجی. عاطفه و احساس پاسخ کالبد توی به فکری که در سر توی. عاطفه یا احساس میتونه پاسخ غیر مستقیم به یک وضعیت یا رویدادی واقعی باشه. اما این وضعیت یا رویداد واقعی از صافی تفسیرهای ذهنی تو رد شده. تفسیر ذهنی تو همون خوب و بد کردن امور، دوست داشتن یا دوست نداشتن اونها و تقسیم بندی و اون امور به مال من و مال دیگری. مثلا، وقتی که اتومبیل کسی رو می دوزدن، شاید کمی احساس ترحم کنی. اما وقتی که اتومبیل تو رو می دوزدن، سخت برافروخته می شی. عجیبه، یک تصور ذهنی مال من می تونه چه عواطفی رو در ما برانگیخته کنه. کالبد تو واجد شعوری جرفه اما نمیتونه میان یک رویداد واقعی و یک فکر تفاوت بذاره. کالبد تو به افکار تو هم همچون رویدادها و وضعیتهای واقعی نگاه میکنه. کالبدت نمیدونه که یک فکر فقط یک فکره. از دید اون نگرانی یا ترس تو به این معنیه که خطری منو تهدید میکنه. کالبد تو نسبت به این تهدید واکنش نشون میده. در حالی که ممکنه تو در اون لحظه در بستر خیش لم داده باشی. نگرانی و ترس تو باعث میشه قلب تندتر به تپه عضلاتت منقبض بشن نفسات به شماره بیفتن در این لحظه انرژی عظیمی در کالبدت جریان پیدا میکنه اما چون در بستر خیش لم داده ای و هیچ خطر واقعی تو رو تهدید نمیکنه این انرژی راهی به بیرون پیدا نمیکنه پاره ای از این انرژی دوباره به مصرف ذهن میرسه و ذهن تو افکار نگران کننده تری رو تولید میکنه باقی این انرژی هم به سم تبدیل میشه و کالبد تو رو مسموم و کارکرد هماهنگ اون رو مختل میکنه. ایگو و احساسات ایگو تنها ذهن مشاهده نشده و صدای درون سرت که وانمود میکنه تو این نیست بلکه احساسات مشاهده نشده ای هم هست این احساسات همون واکنش جسم یا کال بوده تو به صداهایی که در سر توه. صداهای درون سر داستانی میگن که کالبد یا جسمتون رو باور میکنه و به این صداها واکنش نشون میده این واکنش ها همون احساسات منفی تو هستن این احساسات به نوبه خود انرژی منفی عظیمی رو به جانب افکار تو میفرستن همون افکاری که سرچشمه همین احساسات بودن به این ترتیب دوری باطل از افکاری که مشاهدهشون نکردی و احساساتی که آزارت میدن به وجود میاد. قصه های غمناک شخصی هم تصویری از همین دور باطله. ساختار احساسی و عاطفی ایگو در افراد گوناگون فرق میکنه. ایگو در بعضی از آدمها ها بتره. گاهی سرعت ظهور و بروز افکار در سر چنان سریه که قبل از تولید صدای درون سر جسم تو به اون افکار پاسخ میده. پاسخ کالباد تو به اون افکار عاطفه و احساسه. عاطفه و احساس هم در تو بیدرنگ واکنش ها رو برمی انگیزه. احساس و عاطفه به سرعت تبدیل به اقدام و عمل میشه. این افکار معمولا همچون ابرهای تیره از گذشته های تو میاد. شاید از کودکی های تو. این افکار به زبون آورده نمیشن و میتونیم اونها رو فرضیه های بیان نشده یا ناخودآگاه هم بنامیم. اینها همه افکار شرطی شدن. مثلا ممکنه پدر، مادر یا خواهر و برادرانت نسبت به تو بیتوجه بودن و تو رو از عشق خیش بهر من نساختن و حمایتت نکردند و این روابط اعتمادی رو در تو ایجاد نکرده. و در نتیجه فرضیه ناخودآگاهی که در تو ایجاد شده اینه که نمیشه به مردم اعتماد کرد. نمونه های دیگه ای از این فرضیه ها و پندارهای ناخودآگاه عبارتند از هیچ کس قدر منو نمیدونه. هیچ کس منو دوست نداره. هیچ کس برای من احترام قائل نیست. برای حفظ زندگیم باید بجنگم. هیچ وقت به اندازه کافی پول نداشتم. من شایسته نعمت و ثروت بسیار نیستم. من لیاقت عشق هیچ کسو ندارم. این فرضیات و پندارهای ناخداگاه در جسم تو باعث ایجاد واکنش هایی میشن. این واکنش ها همون احساسات تو هستن که به نوبه خود تصویری از تو در ذهنت ایجاد میکنن. تصویری که تو بعدها اون رو به جای واقعیت خود میشونی. همین تصویره که جریان هماهنگ کالبد تو رو آشفته میکنه و سلامتی تو رو از تو میگیره کالبد تو فشار بسیاری رو تحمل میکنه. این فشار از بیرون نیست. این فشار سنگینی بار ذهنی توه. تصویر ذهنی تو از خیش به ایگو تبدیل شده. و کالبد تو نمیتونه عوامر جنون آمیز بسیار اون رو اجرا کنه. کالبد مختل میشه. احساس یا عاطفه منفی چیه؟ سمیه که کار کرده هماهنگ جسم تو رو مسموم میکنه و تعادل و تعاون اعضای اون رو به هم میریزه. طرز استراب، عصبی بودن، نفرت، غم کینه و حسادت احساساتی هستند که جریان طبیعی انرژی جسم تو رو مختل می کنن. آنگاه قلب تو متاثر میشه، سیستم ایمنی بدن تو به هم می ریزه. دستگاه گوارشت خوب کار نمی کنه. هرمون ها به اندازه ترشح نمیشن. حتی علم پزشکی امروز هم به رابطه ی میان احساسات منفی و بیماری های جسمی پی برده. گرچه علم پزشکی امروز هنوز درباره ایگو چیزی نمیدونه. احساسات تو به کالبد تو آسیب میرسونن و دامنه این آسیب رو به آدم هایی که با تو در ارتباط هستن میکشونه. اون وقت تو به اونها آسیب میرسونی و وجودشون رو با این احساسات منفی خود میالایی. و اونها هم این آلودگی رو به کسانی منتقل می کنند که با اونها در ارتباط هستند. به این ترتیب کالبد مسموم تو تعداد زیادی از آدم های دیگر رو هم مسموم می کنه. آیا احساسات و عواطف مثبت بر کالبد ما تأثیری مثبت میزارند؟ آیا احساسات و عواطف مثبت سیستم ایمنی بدن ما رو تقویت می کنن؟ به بدن توانی بیشتر می بخشن و باعث التیام دردهای اون میشن؟ بدیهیه که احساسات و عواطف مثبت بر بدن ما تأثیری مثبت میذارد اما باید بین احساسات و عواطف مثبتی که ایگو تولید میکنه و احساسات و عواطفی که ریشه در ذات هستی دارند تفاوت قائل بشیم احساسات و عواطف مثبتی که ایگو تولید میکنه در دل خود ضد خود رو هم دارند بنابراین این احساسات و عواطف میتونن به سرعت به ضد خود تبدیل بشن مثلا اون چیزی که ایگو اون رو عشق مینامه وابسته است به میل به تملک و آویزون کسی بودن بنابراین چنین عشقی هر لحظه ممکنه به نفرت تبدیل بشه اون چیزی که ایگو اون رو امید مینامه وابسته است به توقع غیر واقع بینانه از آینده بنابراین وقتی که آینده میاد و توقعات من برآورده نمیشه من ناامید و افسرده میشم تحسین دیگران امروز منو شاد میکنه اما فردا انتقاد اونها باعث اندوه و سرخوردگی من میشه هیجان و خوشی بعض می شبانه خماری و سردرد فردا رو در پی داره خوب بدون بد و بالا بدون پایین وجود نداره احساسات و عواطفی که ایگو تولید میکنه همه از هویت سرچشمه میگیرن همون هویتی که حاصل همزادپنداری ذهن با اشیاست اشیا هم بی و مدام دستخوش دگرگونی احساساتی که ریشه در ذات هستی دارند، هرگز احساس محسوب نمیشن. اونها حال تو در بودنن. حال و حالتی از بودنن. حال و حالت ذات هستی. در عرصه تضاد که احساسات و عواطف رخ می نمایند. در عرصه هستی تضادی نیست. بنابراین حال و حالت هستی هرگز زدی نداره. به همین دلیل عشق و شادمانی و آرامشی که از ذات هستی میجوشه و جاری میشه هرگز از بین نمیره. در کتاب نیروی حال از دعوای دو اردک سخن گفتم. دو اردک با هم دعوا کردن و اون وقت از هم جدا شدن. اونها از هم جدا شدن و هر کدوم بال زنان به سوی رفتن. وقتی که بال می زدن خاطره این دعوا رو در شط می ریختن. به این ترتیب اونها از این فکر آزاردهنده که ما دعوا کرده ایم خود رو خلاص کردند. انگار هرگز دعوا نکرده بودند. اگر اردک واجد ذهنی انسانی بود این دعوا رو به یک فکر تبدیل میکرد و از اون فکر قصه ها می ساخت. اون قصه احتمالا اینطوری ساخته میشد که اصلا باورم نمیشه اون اینطوری باشه. عجب مگر میشه اون فکر میکنه که این رود و برکه رو خریده ذره ملاحظه نداره من دیگه بهش اعتمادی ندارم اون با من دشمنه میدونم اون باز منو اذیت خواهد کرد اون هم اکنون سرگرم طرح توتهی دیگه میدونم اگه بار دیگه نزدیکم بشه چنان درسی به او خواهم داد که هرگز از یادش نره ذهنین به سر و مدام مرور میکنه و روزها و هفته ها و ها بلکه سالها دور این قصه میچرخه. کالبد تو میدونه که این ماجرا هنوز ادامه داره. بنابراین متناسب با فکرهایی که در سر تو انرژی تولید میکنه. این انرژی احساسات و عواطف توه. این احساسات و عواطف فکرهای بیشتری تولید میکنند. فکرهایی متناسب با همین احساسات و عواطف. به این ترتیب فکر و عاطفه به هم مدد میرسونند. فکرهای عاطفی اینطوری به وجود میاد. فکرهای عاطفی ایگو هن. خوبه که اردک واجد ذهنی انسانی نیست. در غیر این صورت دچار مشکل می شود. یعنی دچار همون مشکلاتی می که بیشتر آدم ها بهش مبتلا هستند. برای این افراد هیچ وضعیتی هرگز دگرگون نمیشه و هیچ مصیبتی پایانی نداره. من و قصه من همچنان ادامه پیدا میکنه. ما گونه موجود زنده هستیم که راه خیش رو گم کرده. اگر چشمانی برای دیدن و گوشهایی برای شنیدن می داشتیم و اگر با هنر درنگ کردن و مشاهده کردن آشنا بودیم اون وقت هر چیزی در طبیعت هر گیاهی هر درختی هر حیوانی درسی مهم برای آموختن به ما داشت درسی که اردکا به ما میدن اینه بالهات رو به هم بزن. ترجمه این جمله اینه که قصه رو فراموش کن و برگرد به تنها جایی که زندگی در اون جریان داره. یعنی به لحظه حال. گذشته باری سنگین بر شانه ها بشر یا به تعبیری دقیق تر بیملی او به رها کردن گذشته ها به دقت در داستان دو راهب به نامهای تانزان و اکیدو توصیف شده. روزی این دو راهب در جاده روستایی قدم می زدن. هوا به شدت ابری شد و بارون گرفت. جاده گلالود شد. اونها به زن جوانی برخوردند با جامعه فاخر و زیبا. زن میخواست درز جاده رو طی کنه ولی گل انقدر زیاد بود که اون میترسید کیمونوی ابریشمیش خراب بشه. تانزان بیدرنگ زن رو از زمین بلند کرد و اون رو روشونه های خودش هم کرد و به اون طرف جاده برد. اون دو راهب در سکوت به راهشون ادامه دادن. بعد از پنج ساعت راه به معبدی رسیدن که قرار بود در اون نقامت کنن. اکی دو دیگه نتونست خودش نگه داره و پرسید چرا اون زن جوون رو بغل کردی و اون رو به اون طرف جاده بردی؟ مگه نمیدونی که ما راه پا نباید چنین کارهایی رو انجام بدیم؟ تانزان جواب داد من پنج ساعت پیش اون دختر رو از روی شونه هم زمین گذاشتم تو هنوز داری اون رو حمل می کنی و به دوش می کشی. حالا تصور کن کسی که تمام عمر مثل اکیدو زندگی کنه زندگی بر او چگونه خواهد گذشت بعضی ها نمی بار اوضاع درونی خیش رو زمین بذارن اونها اشیای بیهوده فکرها و عواطف خیش رو مدام بر های خود حمل میکنند. اونها مدام به حجم این اشیاء بیهوده درون اضافه میکنند. مثل کلاقی که اشیاء بیهوده رو در آشیانش جمع میکنه و در آشیانش ناراحت می خوابه. بسیاری از آدمها هم تابوت نش خاطره های گذشته رو بر دوش حمل می کنن. خاطره ها به خودی خود مسئله نیستن. در واقع به واسطه خاطره هاست که ما از گذشته خود و از اشتباهاتمون درس میگیریم خاطره ها زمانی مسئله میشن که بر تو چیره بشن و تو رو تحت کنترل خود بگیرن یعنی به پاره ای از احساسات تو نسبت به خیش تبدیل بشن اون وقت شخصیت تو که توسط گذشته شرطی شده به زندان تو تبدیل میشه اکنون خاطره های تو با احساسات تو در هم میآمیزه و به یک قصه تبدیل میشه قصه ای که تو گمان میکنی تو هستی این قصه یا این من کوچک توهمیه که همچون ابرهای تیره روی حقیقت تو هویت واقعی تو یعنی همون حضور جاودانه و بیشکل رو پوشونده قصه تو نه تنها شامل خاطرات ذهنی تو میشه بلکه شامل خاطرات احساسی تو هم میشه یعنی همون احساساتی که به طور مرتب توسط ایگوی تو نشقار میشه. درست مثل راهبی که رنجش خاطر خود رو پنج ساعت متوالی نشقار کرد و اون رو همچون باری سنگین به دوش کشید. بسیاری از آدمها هم بارهای سنگین عاطفی خود رو سالهای سال به دوش میکشند و از سنگینی این همه بار رنج میبرند. اونها گرفتار احساس مظلومیت، ناخرسندی، پشیمانی افسوس، کینه، دشمنی و احساس گناهند، فکرای عاطفی و احساسی اونها خود اونها شده. یعنی اونها همون فکرای عاطفیشون شدن. به همین دلیل که اونها به احساسات و عواطف کهنه خود میچسبند چون این احساسات و عواطف هویت اونها رو تقویت میکنه. از اونجایی که بشر دوست داره مدام خاطره های گذشته خود رو مرور کنه، بنابراین میشه گفت که تقریبا همه آدمها، در حوزه انرژی خود دردهای عاطفی کهنه خود رو هم حمل میکنه من این دردهای عاطفی کهنه رو کالبود یا بدن دردمند نامم. ولی ما میتونیم کاری کنیم این کالبود دردمند رو پشت سر بذاریم و کاری کنیم که دیگه به سنگینی اون اضافه نشه ما میتونیم از عادت انباشتن و تثبیت عواطف کهنه خود دست برداریم میتونیم همچون اردک ها بال بزنیم و فراموش کنیم. ما میتونیم با گذشته خود نجنگیم. مهم نیست که این گذشته دیروز بوده یا سی سال پیش. ما میتونیم یاد بگیریم که رویدادها و وضعیتهای گذشته رو در ذهن خود زنده نگه نداریم. ما میتونیم توجه خود را از گذشته هایی که گذشتهاند برگیریم و این توجه رو به لحظه حال یعنی لحظه واقعی زندگی خود بدوزیم. لحظه حال ساحت بی زمانی و بی مکانیه. در ساحت لحظه حال تو دیگه از فکرها و احساسات خیش و ویت نمی گیری. بلکه حقیقتی هستی که در ساحت بی زمانی و بی مکانی حضور داره. هیچ کدوم از حوادث مربوط به گذشته نمیتونن مانع حضور تو در لحظه حال بشن اگر گذشته نتونه مانع حضور تو در لحظه حال بشه، دیگه کدوم نیروه که بتونه در برابر حضور تو در لحظه حال مانع ایجاد کنه فرد و جمع هنگامی که احساس منفی در ما برانگیخته میشه اگه اون رو نبینیم این احساس ردی دردناک از خود به جا خواهد گذاشت کودکان هم با احساسات منفی روبرو میشن اونها به دشواری میتونن با چنین احساساتی کنار بیان بنابراین سعی میکنن این احساسات رو ندیده بگیرن و یا اونها رو احساس نکنن. اگر راهنمای هوشیار در کنار بچه ها نباشه تا به اونها یاد بده چطور از پس احساسات منفی خود بر بیان، تنها چاره برای کودکان اینه که اون احساسات رو حس نکنن. شوربختانه این مکانیسم دفاعی کودکانه کودک رو تا بزرگسالی همراهی میکنه. این احساسات در کودک میمونه و در بزرگسالی او خود رو به شکل استراب، عصبی بودن، ترس، خشونت، حالتهای روانی و حتی بیماری جسمی نشون میده. این احساسات حتی در روابط صمیمانه هم بروز میکنه و این روابط رو مختل میکنه. بسیاری از روانکاوان با بیمارانی روبرو شدن که اظهار کردند کودکیشون بسیار شاد سپری شده. اما بعدها خلاف این ثابت شده. ظاهرا مرور دوره کودکی نمیتونه بدون درد باشه. حتی اگه پدر مادر تو به روشنی رسیده باشن باز ممکنه دوره کودکی تو در ناآگاهی و تاریکی وهم سپری شده باشه بقایای دردهای بجامونده از احساسات منفی گذشته که با اونها روبرو نشده ای و یا اونها رو کاملا نپذیرفته ای به هم میپیوندند و میدانی از انرژی میسازند این میدان انرژی منفی تمام سلولهای بدن تو رو فرا میگیره اینها فقط دردهای دوران کودکی نیستند بلکه دردهایی هم هستند که بعدها در بزرگسالی دچارشون شده ای. بیشتر این دردها رو ایگو زاده و تغذیه کرده وقتی که زندگی تو بر بنیاد تصویری خیالی بنا میشه که از خود در ذهن خیش ساخته ای اون وقت دردمندی چیزیه که دست از همراهی با تو بر نخواهد داشت میدان انرژی منفی حاصل از عواطف و احساسات کهنه هنوز پا همون کالبد دردمند ماهیت کالبد دردمند فقط فردی نیست کالبد دردمند از رنج های اجتماعی و تاریخی هم تغذیه میکنه رنج هایی که نتیجه جنگ ها غارت تجاوز شکنجه و گونه های دیگه خشونت جمعیه بشریت هنوز از این فجایع رنج میبره هنگام مشاهده اخبار تلویزیون میتونی گوشه های از این آلام رو مشاهده کنی. کالبد دردمند جمعی در خاطره جمعی ما ذخیره شده. شاید جایی در دینه ای ما. هر نوزادی که به دنیا میاد این کالبد دردمند جمعی رو به او هدیه میکنه. در بعضی از نوزادان این کالبد دردمند جمعی فربتره. بعضی از بچه ها در بیشتر لحظه های زندگیشون شادن. اما بعضی دیگه بسیار ناشادن و کالبد دردمند جمعی خود رو روی شانه های نحیف خود حمل می این جنازه بسیار سنگینه. بعضی از بچه ها گریه می چون توجه لازم رو از اطرافیان خیش نمی اما بعضی دیگه از بچه ها بی گریه می اونها انگار می خوان همه اطرافیان خود رو ناراحت کنند. سهم اونها از کالبد دردمند جمعی بیشتر از دیگران بوده. بعضی از بچه ها عواطف منفی به در مادر خود رو می گیرن و این امر اونها رو به درد مبتلا می کنه. اونها از کالبوت های دردمند پدر و مادر خود انرژی منفی رو جذب می کنن و با همین انرژی رشد می کنن. با رشد جسم کودک کالبد دردمند اون هم بزرگتر و بزرگتر میشه. کالبد دردمند نحیف یک کودک نشونه این نیست که این کودک به لحاظ معنوی رشد یافته تر از کودکی خواهد شد که کالبد دردمند فر بتری داره. در واقع اغلب برعکس میشه. اونهایی که در کودکی کالبد دردمند فر دارند در بزرگسالی احتمال بیداریشون بیشتره. البته بعضی از اونها هم در دام کالبد دردمند کودکی خود باقی میمونن. بعضی دیگه توان ادامه زندگی شوربختانه خود رو ندارن. بنابراین انگیزه ای پیدا می کنن تا بیدار بشن. چرا از سیمای مسیح با اون همه مسائب فروغ تابناک بیداری و آگاهی ساته؟ چیزی در درون آدم هاست که با این سیمای روشن و درخشان پیوند داره. اگر چنین پیوندی در کار نبود، از چنین علاقه هم در دل میلیون ها انسان خبری نبود. آدمها در طی قرون از کالبد درد خود خبر نداشتند. اما میتونستن اون رو در شمایل نگاری های کالبود دردمند مسیح به جا بیارن. مسیح هم تجسم درد و هم تجسم امکان تعالی بشر از همه دردها و مسائل. کالبود دردمند خود رو بازسازی میکنه. کالبود دردمند چیزی از جنس احساس. کالبود دردمند شکلی از انرژیه که استقلال و موجودیتی نسبی داره این انرژی در بیشتر آدم ها وجود داره. این کالبد دردمند عاطفی واجد آگاهیه. بنابراین کالبد دردمند عاطفی هم همچون همه موجودات زنده طالب بقای خود. کالبد دردمند عاطفی برای بقا نیازمند به غذا غذای قضای کالبد دردمند عاطفی باید با حازمش تناسب داشته باشه. بنابراین چون کالبد دردمند عاطفی از جنس انرژی پس غذاش هم باید از جنس انرژی باشه هر تجربه احساسی دردناک میتونه غذایی باشه برای کالبد دردمند عاطفی به همین دلیله که افکار منفی و قصه های غمبار خوراک مناسب برای کالبد دردمند عاطفی محسوب میشن کالبد دردمند عاطفی به احساس اندوه و بدبختی معتاده وقتی که برای نخستین بار احساس می کنی که چیزی در درون توه که نیازمند احساسات منفی و غم و بدبختیه شاید تعجب کنی. تشخیص این کار بوده درد من در دیگران راحت تره تا در خود. برای یافتن اون در خود باید کمی هوشیارتر باشی. وقتی که به احساس اندوه و احساس بدبختی مبتلا میشی دیگه نمیخوای از این احساسات جدا بشی بلکه تلاش می تا دیگران رو هم به چنین احساساتی آلوده کنی تا از واکنش های منفی اونها تغذیه کنی. کالبود دردمند در بیشتر آدم ها دو دوره پنهان و آشکار داره. وقتی که کالبود دردمند در حالت پنهانه تو متوجه نیستی که چیزی شبیه یک ابر تیره سنگین و یا یک آتشفشان در درون خود داری. مدت نهفتگی کالبود دردمند در افراد گوناگون فرق میکنه. گاهی چند روز طول میکشه تا خود را آشکار کنه. گاهی چند هفته و گاهی چند ماه. در مواردی هم چند سال طول میکشه تا رویدادی بتونه این کالبد دردمند رو فعال کنه. کالبد دردمند از فکر تغذیه میکنه. هنگامی که کالبد دردمند گرسنه نمیشه و میخواد تجدید قوا کنه بیدار میشه. ممکنه رویدادی اون رو بیدار کنه. هر رویدادی هر چقدر ناچیز میتونه به مسابه چاشنی انفجاری کالبد دردمند عمل کنه. مثلا حرفی که کسی میزنه و تو ناراحت میشی و یا فکری که از سر تو میگذره و تو فوران میکنی. اگه در این زمان تنها باشی و کسی با تو نباشه، کالبد دردمند عاطفی از فکر تو تغذیه میکنه. در این هنگام ناگهان فکرهای تو همه منفی میشن. ممکنه خودت ندونی که پیش از حجوم این فکرهای منفی به سر تو موجی از احساسات منفی از درونت گذشتن. احساساتی مثل عصبانیت، کینه، قبطه، حسادت، آزردگی. فکرها از جنس انرژی هن. اکنون کالبد دردمند تو از این انرژی تغذیه میکنه. البته کالبد دردمند عاطفی نمیتونه هر غذایی رو بخوره. حتما میدونی که احساسی که فکری مثبت برمیانگیزه با احساسی که فکری منفی برمیانگیزه تفاوت داره یک فکر مثبت هم از جنس انرژی اما دارای ارتعاشی نیست که با ارتعاش کالبد دردمند عاطفی همخوان باشه بنابراین کالبد دردمند عاطفی نمیتونه فکر مثبت رو حذف کنه کالبد دردمند عاطفی فقط از افکار منفی تغذیه میکنه چون این افکار با حوزه ی انرژی کالبد دردمند عاطفی همسو هستند همه چیزها از جنس انرژی اند و مدام در جنبشند یک صندلی یا یک کتاب جامد و بی حرکت به نظر می رسند چون حواس تو بسامد یا فرکانس ارتعاشی اونها را اینطوری دریافت می کنه. به عبارت دیگه جنبش دائمی مولکولها، ها، اتم ها، الکترون ها و ذرات بنیادی اتم ها همه با هم چیزهایی رو می سازن که تو اکنون اونها رو به صورت صندلی و کتاب و درخت و بدن و غیره ادراک می کنی. ادراکات تو گزارشات حواس تو از واقعیتند، اما خود واقعیت نیستن. اون چیزی رو که تو به صورت شی ادراک می کنی چیزی جز انرژی نیست. اشیا فرکانسی مشخص دارن. فکرها هم از جنس انرژی هستند. انرژی فکرها فرکانسی داره بیشتر از فرکانس اشیا. به همین دلیله که فکرها را نمیشه دید و یا لمس کرد. فکرها طیف مغناطیسی مشخصی دارند. فکرهای منفی در پایین ترین سطح و فکرهای مثبت در بالاترین سطح قرار دارند. فرکانس ارتعاشات کالبد دردمند عاطفی با فکرهای منفی تشدید میشه بنابراین فقط فکرهای منفی میتونن کالبد دردمند عاطفی رو تغذیه کنند. فکرها موجب احساسات میشن. احساسات کالبد دردمند به سرعت اختیار فکر تو رو در دست میگیرن. به محض اینکه کالبد دردمند بر ذهن تو مسلط شد، فکرهای تو همه منفی میشن. اون وقت صدای درون سر تو قصه های قنبار میگن. قصه هایی پر از استراب و درد درباره تو و دیگران. قصه هایی درباره گذشته ها، آینده ها. صدای درون سر مدام سرزنش میکنه، متهم میکنه، شکایت میکنه. تو با اون چیزی که صدای درون سرت میگه یکی میشی و حرفای اونو باور میکنی. این گونه است که به غم و بدبختی و اندوه معتاد میشی. مشکل این نیست که نمیتونی فکرای منفی خود رو خونسا کنی. مشکل اینه که نمیخوای این کارو بکنی. چون کالبد دردمند عاطفی که به جای تو زندگی میکنه و تظاهر میکنه که خود توه درد باعث کیف کالبد دردمند عاطفی میشه کالبد دردمند همه فکرهای منفی رو با ولع میبلعه در واقع صدای عادی درون سر تو حالا به صدای کالبد دردمند عاطفی تبدیل شده بر مکالمات ذهنیت مسلط شده دور باطلی میان فکرهای تو و کالبد دردمند تو شکل گرفته تو در این دایره سرگردانی هر فکر منفی به کالبد دردمند تو غذا میرسونه و کالبد دردمند تو هم فکرهای منفی تازه تولید میکنه گاهی کالبد دردمند عاطفی بعض از اون که خوب تغذیه شد به حالت نهفتگی خود برمیگرده اون حالا جسم تو رو فرسوده و مستعد انواع بیماری ها ساخته. اگر فکر میکنی کالبد دردمند عاطفی انگلی بیمخ و روانی گمان تو کاملا درسته کالبد دردمند عاطفی دقیقا همینه تغذیه کالبود دردمند از قصه های قنبار هنگامی که در کنار همسر یا اعضای دیگه خانواده خود هستی، کالبد دردمند تو تلاش میکنه اونها رو بر علیه خود بشورانه تا بتونه از قصه های کشدار تغذیه کنه که پیامد برانگیختگی اونهاست. کالبد دردمند شیفته ی روابط صمیمانه خانوادگیه چون از این روابطه که بهترین خوراک ها رو برای تغذیه خیش فراهم میکنه. خیشتنداری در برابر کالبد دردمند کسی که تلاش میکنه تو رو تحریک کنه بسیار دشواره. کالبد دردمند او به طور غریزی نقاط ضعف تو رو تشخیص میده و بر اونها انگشت میذاره. اگه برای بار اول نتونه تحریکت کنه، دوباره و چند باره دست به کار میشه. کالبد دردمند او دست بردار نخواهد بود. احساس خام به دنبال احساسات دیگران میگرده. کالبد دردمند کسی میخواد کالبد دردمنده تو رو بیدار کنه. به این ترتیب دو کالبد دردمند میتونن به همدیگه مدد برسونن. بسیاری از آدم ها با هم صمیمی بودن اما کالبد دردمندشون اونها را از هم فراری داده و یا روبروی هم قرار داده. برای یک کودک بسیار دشواره که شاهد تقابل خسمانه همیشگی کالبد دردمند پدر و مادر خود باشه. بسیاری از کودکان در چنین وضعیتی به سر میبرند. این وضعیت کابوس بچه هاست. کالبد درد من در چنین وضعیتیه که از نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا میکنه. پس از ظهور و بروز کالبد درد من و به اصطلاح تخلیه اون کالبد درد من به مرخصی میره و تا زمانی که ایگو صلاح بدونه در مرخصی باقی میمونه. در زمان مرخصی کالبد درد من آتش بس نسبی برقرار مصرف پیش از اندازه مشروبات الکلی هم کالبد دردمند عاطفی رو فعال میکنه. به ویژه در مردان هنگام مستی کالبد دردمند بر آدمی چیره میشه و شخصیت فرد دگرگون میشه. کالبد دردمند آدم کاملا مست از خشونت نیرو میگیره. این خشونت اغلب متوجه همسر و فرزندان میشه. هنگامی که فرد از بیخبری ناشی از باد نوشی بیرون میاد از رفتار خود شرمنده است و قول میده دیگه هرگز چنین رفتاری رو مرتکب نشه. اون راست میگه کسی که این حرف رو میزنه و چنین قولی میده همون کسی نیست که دست به خشونت زده بود. بنابراین میتونی مطمئن باشی که او بارها و بارهای دیگه هم چنین اعمال و رفتاری رو مرتکب خواهد شد. البته اگه این فرد بتونه حضور در لحظه حال رو تجربه کنه اگر کالبد دردمند خیش رو مشاهده کنه اون وقت میتونه از همزاد پنداری با وهم خیش دست برداره و هویت کاذب خود رو کنار بذاره. از چنین آدم دانایی خشونت و پرخوش و سرزنش مشاهده نخواهد شد. دانایی و خشونت و پرخوش با هم جمع نمیشن. آدمهای نادان و اسیران ایگو هستند که میتونن سیلی بزنن، مشت لگت پرتاب کنند و فوش بدن. آدمهای نادان کود زندگی میشن. آدم های دانا همچون گل میشکفند. بسیاری از کالبوت های دردمند عاطفی دوست دارند هم رنج ببرند و هم رنج بدن. اما در بعضی از اونها یکی از این دو حالت قالبه. اونها یا در مقام قربانی دیگرانند و یا در مقام کسانی که دیگران رو قربانی میکنه. در هر دوی این حالت ها توسل به خشونت دیده میشه. ایگو از خشونت تغذیه میکنه. خشونت گاهی عاطفی و گاهی فیزیکی. گاهی کالبدهای های دردمند عاطفی مکمل هم می شن. در این مواقع طرفین رابطه گمان می که عاشق هم شدند. گاهی در همون دیدار نخست یکی از طرفین در نقش قربانی جا میافته و دیگری در نقش کسی که قربانی میکنه. بسیاری گمان میکنند که عقدشون در آسمان ها بسته شده در حالی که اونها رو در دوزخ به عقد و ازدواج یکدیگه آوردند. اگه تا به حال با گربه ها زندگی کرده باشی میدونی که گربه ها حتی هنگامی که در خوابن، نسبت به اون چیزی که در پیرامونشون اتفاق میافته بسیار هوشیارند گربه ها در خواب هم گوشهای خود را همچون راداری حساس به طرف آهسته ترین نجواها و صداها ها هم میچرخونند اونا حتی چشمان خود رو هم کمی باز میکنن تا ببینن چه رویدادی در حال رخ دادنه. کالبد دردمند نهفته نه یا خفته هم همچون گربه است. کالبد دردمند در سطحی از زمیر ما هوشیار و بیداره تا اگه انگیزه و بهانه هر چند کوچک پیدا شد بیدرنگ وارد عمل بشه در روابط نزدیک و صمیمانه کالبد دردمند چنان زیرکان خود رو پنهان میکنه که تا پس از امضای عقد نامه خود رو آفتابی نمیکنه به محض اینکه عقد نام امضا شد و خیال کالبد دردمند راحت شد خود رو آشکار میکنه پس از امضای عقدنامه و آغاز زندگی زناشویی که متوجه میشی فقط با همسرت ازدواج نکرده ای بلکه با کالبد دردمند عاطفی او هم ازدواج کرده ای اونم با کالبد دردمند عاطفی تو ازدواج کرده به همین دلیله که درست چند ماه پس از ازدواج و آغاز زندگی مشترک متوجه دگرگونی شخصیت همسرت میشی اینجاست که شوکه میشی نمیتونی باور کنی که اون به خاطر موضوعاتی پیش پا افتاده و جزئی این چنین داد و هوار کنه سرزنش کنه تحقیر کنه متهم کنه و دست به خشونت بزنه اون گاهی در سکوتی آزاردهنده غرق میشه ازش میپرسی چی شده میگه هیچی اما انرژی منفی عظیمی از اون احساس میشه که فریاد میکشه خیلی چیزا شده که تو نمیفهمی وقتی که به چشماش نگاه میکنی متوجه میشی که در اونا دیگه فروغی نیست همون فروغی که اون روزها ابرهای ایگوش رو کنار میزد و بر تو میتابی اون دیگه اون موجود دوست داشتنی نیست با تو غریب است در چشماش بیزاری لونه کرده خشنه تلخ و عصبانی وقتی که با تو حرف میزنه صدای همسرتو نمیشنوی بلکه صدای کالبد دردمند اونه که به گوش میرسه حرفای اون همه تفسیرهای کالبد دردمند اون از واقعیت از خود واقعیت در حرفهای اون نشونی نیست واقعیت رو ترسهای او دشمنی او عصبانیت او و تمنای درد و رنج اندوه کالبد دردمند عاطفی او تحریف کرده در این هنگام ممکنه به خودت بگی اوه من این آدم رو خوب نشناختم و باهاش ازدواج کردم من اشتباه کردم کاش این کار رو نکرده بودم. این اونی نیست که من روزی دوست داشتم. بدیهیه که این چهره واقعی همسر تو نیست بلکه کالبد دردمندیه که اون رو اسیر خود ساخته. پیدا کردن همسری که کالبد دردمند عاطفی نداشته باشه بسیار دشواره. اما بهتر همسری اختیار کنیم که کالبد دردمند عاطفی او بسیار فربه نباشه. کالبدهای دردمند فربه کالبد دردمند بعضی از افراد بسیار فرب است بنابراین هرگز به خواب نمیره اونها وقتی که میخندن از پس خندشون عصبیت پیداست لازم نیست روانشناس باشی تا عصبیت اونها رو تشخیص بدی عصبی بودن اونها در پس خندشون پنهان شده و منتظر فرصتیه تا پرده خنده رو کنار بزنه و خود رو نشون بده عصبیت اونها منتظر کسیه که به اون توهین کنه یا ازش انتقاد کنه. کالبد دردمند عاطفی اونها هرگز سیر نمیشه. نیاز ایگو اونها به دشمن همواره پا برجاست. اونها دست روی مسائل بی اهمیت میذارند و از کاه کوه میسازند تا دیگران رو به واکنش وادار کنند. هنگامی که دیگران واکنش نشون میدن وارد قصه اونها میشن. بعضی ها ندانسته به دام اونها میافتن و وارد دعوایی کشدار و ملالاور میشن. یک رویداد یک رویداده. واکنش ما به اون رویداد چیز دیگه ایه. کالبد دردمند عاطفی متوجه این تفاوت نیست. کالبد دردمند عاطفی از واکنش ها به رویدادها رنج میبره و رنج خود را رو معلول رویدادهای خارجی تلقی میکنه. به نظر کسانی که به کالبد دردمند عاطفی گرفتارند عامل بدبختی همیشه بیرون از اونهاست در اشیا در آدمها در وضعیتها در شرایط محیطی و اجتماعی و تاریخی در سرنوشت اونها حتی از این نکته بیخبرند که دارن رنج میبرند و بسیار ناشادند. اونها حتی از هستی خیش هم بیخبرن و متوجه بودن خود نیستن. گاهی افرادی با چنین کالبد دردمند فربه و سنگینی به دلیلی به مبارزانی فعال تبدیل میشن یعنی وارد فعالیت های مبارزاتی میشن و رهبری گروهی رو هم به عهده میگیرن دلیلشون برای این کار شاید واقعا با ارزش باشه و گاهی در ابتدا در انجام کارهاشون موفق میشن ولی انرژی منفیشون که در کلام و اعمالشون جریان داره و نیاز ناخودآگاهشون به دشمن و درگیری موجب ایجاد مخالفت فزاینده فضاینده در مقابل هدفشون میشه. در این موارد معمولا کار به جایی میکشه که دشمنانی رو درون تشکیلات خودشون به وجود میارن. چون هر جا که میرن دلیلی برای ایجاد احساسات بد در درونشون پیدا میکنن و به همین دلیل کالبد دردمندشون دقیقا به همون چیزی که میخواد میرسه. یعنی انرژی منفی کالبد دردمند اینها خصومت میآفرینه و از این خصومت تغذیه میکنه <موسیقی> کالبد دردمند تفریحات سالم و رسانه ها اگر از سیاره دیگهی به زمین اومده بودی تعجب می کردی از اینکه ساکنان زمین پول می دن تا شاهد کشت و کشتار آدم ها به دست هم باشن ادهی مشت به صورت هم می زنن و اسم اون رو مسابقه بکس می زارن. ادهی لگد می و اسم اون رو کاراته می زارن. ادهی هم دیگر رو به خون میکشن و دیگران پول میدن تا توحش اونها رو تماشا کنن. چرا فیلم های پر از خون و خشونت این همه تماشاگر داره؟ صنعتی بزرگ به وجود اومده که کار اون تولید خوراک برای ایگوی آدم هاست. بدیهیه که ادهی ای این فیلم ها رو تماشا میکنن چون دوست دارن ناراحت بشن. این چیه در درون آدم ها که خشونت رو تقدیس میکنه و اون رو میخواد؟ بی تردید این چیز همون کالبود دردمند عاطفیه. بخش عمده صنعت تفریح و سرگرمی مشغول تولید همین چرندیات چه به صورت بازی های تلویزیونی و چه به صورت فیلم های سینمایی. کالبودهای های دردمندن که سناریوی این فیلم ها رو می نویسن و اونها رو تولید می کنن. های دردمند ناآگاه هم به طرف سینماها ها حجوم می برند و به تماشای این فیلم ها می شینند. آیا به تصویر کشیدن خشونت بر پرده سینما ها یا صفحه تلویزیون اشتباهه؟ آیا تمامی این خشونت ها به مصرف کالبد دردمند عاطفی میرسه؟ در عصر ما که عصر تکامل بشره خشونت فراگیر شده و رو به افزایشه. اگر فیلمی بتونه نشون بده که خشونت چه بلایی بر سر خود آدم خشن و همچنین بر سر قربانی خشونت میاره، اون فیلم خوب محسوب میشه. بدیهیه که چنین فیلمی میتونه در بیداری انسان از خواب نادانی نقشی ایفا کنه. چنین فیلم هایی آینه ای میشن تا آدم ها جنون خیش رو در اون ببینن. چیزی که در تو دیوانگی رو به همون شکلی که هست یعنی دیوانگی تشخیص میده دیگه دیوانگی نیست بلکه عقل سلیم، طلوع بیدارگری و بصیرتی معنویه. بعضی از بهترین فیلم های ضد جنگ و ضد خشونت فیلم هایی هستند که به جای تقدیس جنگ و خشونت واقعیت جنگ و خشونت را نشون میدن. کالبد دردمند عاطفی فقط میتونه از فیلم هایی تغذیه کنه که در آن خشونت و جنگ تقدیس میشه و به عنوان اعمالی حماسی و قهرمانی به نمایش گذاشته میشه. بیشتر نشریه های پرفروش در واقع فروشنده ی عواطف و احساسات منفیه. یعنی فروشنده غذا برای کالبد دردمند عاطفی روزنامه های انگلیسی پر فروش ترین خوراک های ایگو را دارن. اونها میدونن که احساسات منفی بسیار بیشتر از اخبار فروش دارن. رسانه ها برای جا انداختن و حفظ خود ظاهرا چاره ای ندارن جز اینکه خبرهای منفی به پراکنن. اونها با همین خبر پراکنی های منفیه که ایگو خوانندگانشون را فربتر و خود رو حفظ می کند. هرچقدر خبرهای تلویزیون منفی تر باشه، موجی اون خبر رو پر حیجان تر اعلام میکنه. کنه. هیجانات منفی از طریق همین رسانه ها شیو پیدا میکنه. کنه. دردمند عاطفی شیفته و خریدار پروپاگورس این برنامه ها هستند.